بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت. تا بی حجت بودن دین رافضه‌گری شیعه اثناعشری رو برای شما عزیزان ثابت بکنیم، همانطوری که در طول یکی دو سال گذشته که در قسمت‌های مختلف این برنامه از کتاب حجت الکافی، صحیح‌ترین کتاب شیعه بعد از قرآن کریم، آنطوری که ادعا می‌کنند، و در این کتاب بخشی رو به نام کتاب حجت نامگذاری کردند، و در این کتاب اومدن و از امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه تا مهدی موهوم مزعوم روایاتی را جعل کردند به نام ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و دروغ و بهتان و تهمت به اونها بستند که گویا امامت این 12 شخص از طرف الله سبحانه و تعالی نازل شده و رسول الله صلی الله علیه و سلم در غدیر خم ابلاغ کردند و اینها جانشینان بلا فصل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از ایشان بودند. اما این فکر و این ایده و این دین رو همانطوری که بارها ثابت کردیم خدمت شما عزیزان، عبدالله ابن سبعی یهودی، کسی که برای نابودی اسلام کمر بسته بود، تأسیس کرد و مؤسس فکر امامت در این دین، در دین شیعه اثناعشری، شخصی است به نام عبدالله ابن سبعی یهودی که از مشکلاتی که در صدر اسلام در بین مسلمانان وجود داشت سوء استفاده کرد و ادعای محبت و ولایت علی ابن ابی طالب رو کرد و قضیه امامت را همان گونه که در دین یهودیت ادعا داشت در دین مبین اسلام، در زیر نقاب اسلام این ادعا رو پخش و نشر کرد و ایده فریب خورده تا امروز هم به ساز عبدالله ابن سبعی یهودی میرقصن. من عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان که تقریبا بیش از 1.5 ماه این برنامه تعطیل بود. قبل از رمضان آمادگی برنامه رمضان رو داشتن حضرت مولانا، و ماه رمضان هم طوری که میدونید شیاطین جن و انس در قل و زنجیر بودن و ما برنامه حجت بی حجت رو نداشتیم، و این اولین برنامه است بعد از تعطیلات عید سعید فطر. حضرت مولانا خوش آمدید. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم و امیدوار هستم که الله متعال هر آنچه را که موجب رضایتش هست به ما توفیق گفتن و به تمام ما و عزیزان ما توفیق اتباع از رهنموده های قرآن و سنت را انشاءالله اطاعت بفرماید. همان گونه که شما هم اشاره فرمودید در مورد کتاب حجت که مهمترین بخش کتاب اصول کافی هست و نخستین در واقع کتابی هست که در باب عقاید شیعه نوشتند، که بحث اصول کافی به صورت کلی و خصوصا کتاب حجتش که در مورد امامت هست به عقاید شیعه میپردازد. ما بعد از بررسی ابواب امامت، نص و اشاره و موالید ائمه برگشتیم به ابتدا و آغاز کتاب الحجه و ابواب این کتاب را یکی یکی بررسی کردیم و روایاتی را که قابل مطرح کردن بود، ما خدمت بینندگان عزیز تعدادی از این روایات را از هر بابی مطرح کردیم و رسیدیم به باب 77 این کتاب که باب ما فرض الله عز و جل و رسوله صلی الله علیه و آله من الکون مع الائمه علیهم السلام. و بینندگان عزیزی که در برنامه قبل با ما بودند این تسلسل مباحث رو حتما به خاطر دارند، و آخرین بحثی که قبل از این باب بود، باب ان الآیات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الائمه عليهم السلام، به خاطر اینکه این بحث ها به هم دیگر گره بخورد، من خلاصه از این باب رو خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم. در باب گذشته آقای کلینی بابی رو عنوانش رو این گذاشته بود که آیاتی که در قرآن کریم ذکر شده
این آیه و نشانه هایی که الله متعال در قرآن کریم ذکر کرده، اینها همان ائمه شیعه هستند که چندین مورد رو در اینجا آورده و ذکر کرده. و ما تغنی الآیات و النذر، آیات یعنی ائمه، یا در روایت دوم این باب اگر دوستان نمایش بدند خود این روایت رو خدمت بینندگان عزیز من از روی کتاب بخونم که احمد ابن مهران از عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی از موسی ابن محمد العجلی عن یونس ابن یعقوب روایت کرده از ابو جعفر فی قول الله عز و جل و کذبوا بآیاتنا کلها، یعنی العصیاء کلهم. اینجا آیات را که در اینجا آمده کذبوا بآیاتنا کلها گفته، یعنی این که اوصیای الهی رو تکذیب کردن. من برای این مطلب رو عرض کردم خدمت بینندگان ارجمند و عزیزمون که هر جایی که شیعه از آیات قرآن بخواهد برای اثبات عقاید خودش، عقایدی که منافات داره با عقیده اهل سنت و الجماعت و جز مواردی هست که اختصاصات و ویژگی های شیعه هست، اگر بخواد استدلال بکنه حتما یا آیه رو تحریف میکنند، یا تحریف لفظی یا تحریف معنوی، یا این که در واقع قطع و برید میکنند آیات رو، ما قبل و ما بعدش و سیاق و سباق آیه رو در نظر نمیگیرند و مطلبی رو یعنی بر این آیه تحمیل میکنند که به هیچ عنوان با ما قبل و ما بعد خودش سازگاری نداره. من جمله این آیات و آیاتی که در ابواب قبل از این آیات استدلال کرده بودند و همچنین آیاتی که در تمام کتاب اصول کافی و کتاب الحجه از اون استدلال شده از این قبیل آیات هستند. این آیه رو من در هفته‌ای که در واقع این برنامه بود قبل از ماه مبارک رمضان کاملا توضیح دادم که این آیه کذبوا بآیاتنا کلها، اینو الله متعال در مورد فرعون میگوید، هیچ ربطی به امت اسلام ندارد و هیچ ربطی به اوصیا و ائمه 12 در واقع نداره. بحث فرعون هست و تکذیب آیات الهی، که آیات الهی یعنی نشانه ها و معجزاتی که حضرت موسی علیه السلام برای فرعون آورد که 9 معجزه بودند، اینها رو فرعون و فرعونیان در واقع رد کردند. این آیه در سوره قمر هست، الله متعال میفرماید لقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا کلها. نذر یعنی ترسانندگان ما، پیامبران ما نزد آل فرعون رفتند و اونها را انذار کردند، اما آل فرعون، فرعون و فرعونیان آیات الهی رو همگی رو تکذیب کردند. الان در این آیه به از زبان امام ابو جعفر تراشیدند که منظور از آیات یعنی اوصیا هست، یعنی این که فرعون اوصیای الهی رو تکذیب کرد. خب این یک حرف بی رفت و بی معنی هست که هیچ انسان عاقلی چنین چیزی رو قبول نمی‌کند. حضرت موسی علیه السلام نیومده بود که ائمه 12 رو معرفی بکند، اونا که فرعون و فرعونیان اونها رو رد بکند. غیر از این الله متعال این آیاتی رو که در اینجا کذبوا بآیاتنا کلها، این رو در جاهای دیگری از قرآنی رو کاملا معرفی کرده. به طور مثال سوره اعراف آیه 133 الله متعال میفرماید فرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، آیاتی رو که ما بر بنی اسرائیل فرستادیم، بر فرعون و فرعونیان فرستادیم، اون آیات و معجزات و نشانه ها عبارت بودند از طوفان، ملخ ها، شپش ها و در واقع قورباغه و خون. اینا آیات مفصلاتی بودند که توسط حضرت موسی علیه السلام معجزه بودند که توسط ایشون عرضه شدند به فرعون و فرعونیان، اما فرعون و فرعونیان این آیات الهی رو و معجزات الهی رو در واقع تکذیب کردن. من قبلا اصلا موضوع برنامه ما در اون هفته که این باب رو بررسی کردیم این بود که آقای کلینی تعدادی از امامان شیعه رو ملخ و شپش و قورباغه خونده بود. اگر واقعا آیات یعنی اوصیا و الله متعال خودش این آیات رو در سوره اعراف مشخص کرده بود، معنیش این است که برخی از آیات و اوصیای الهی یعنی امامان 12 بنابر تعبیر آقای کلینی و که این الزامی هست برایشون و لازمه قولیشون هست، باید برخی از اونها جراد باشند یعنی ملخ باشند، برخیشون شپش و برخیشون قورباغه، که عرض کردم که به هیچ عنوان این مصداقیت ندارد استدلال های این آقایون از آیات قرآن. اگر بخواهیم که استدلالشون از آیات قرآن رو قبول بکنیم لازمه این استدلال این چیزی هست که عرض کردم که این آیات رو الله متعال در قرآن به عنوانی طوفان و ملخ و قمل و شپش و قورباغه اینها رو
در واقع بیان کرده. اگر واقعا استدلال شما از این آیه درست هست، پس بنابراین باید ائمه خودتون را شبه قورباغه بنامید، که من گمان نمی کنم که چیه عاقلی چون این حرفی رو در واقع از این راویان دروغو بپذیرند. منم حتی اینجا داشت صحبت میکردید این آیاتی رو سر زدم در قرآن کریم، ما آیات متعددی داریم که به طور مثال آیه 187 سوره بقره که در مورد احل لکم لیلت الصیام رفث الی نسائکم، برای شما حلال قرار داده شده که در شبهای رمضان با همسرانتون نزدیکی بکنید، در آخرش میگه کذلک یبین الله آیاته للناس. حالا اینجا اینو چی تفسیر میکنن؟ یا در قضیه ولا تنکحوا المشرکات در آخر آیه میگه و تبین آیاتی للناس لعلهم یتذکرون. بله، این مورد هست، موردی که عرض کردم. غیر از این الله متعال بسیاری از جمادات را در واقع آیه معرفی کرده، مانند شتر را. اگر واقعا هر کلمه آیه که در قرآن اومده یا آیاتی رو که الله متعال در قرآن ذکر کرده قرار باشه که ائمه باشن، لازمش این است که بسیار از این جمادات را و از این حشرات را باید به ائمه تعبیر بکنیم. گرچه شیعه در این مورد هم ابایی رو نداشتن، در قرآن کریم بعوزه رو گفتند که پشه این حضرت علی رضی الله تعالی عنه، یا دابت الارض رو که در قرآن اومده تعبیر به حضرت علی رضی الله تعالی عنه کردم. در واقع اینا دوستانی هستند که دوستان نادان یا دشمنان دانایی هستند که به این طریق میخوان به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم جسارت بکنند. جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز گرامی، همونطوری که بارها اشاره کردیم، اینها میخوان با دروغگویی، با تلبیس، با ساختن احادیث جعلی یک اعتقادی رو که ساخته و پرداخته ذهن پلید عبدالله ابن سبعی یهودی، این دشمن اسلام بوده، این رو خلاصه بقبولانن هر طوری که شده، ولو اینکه آسمان و زمین زیر سوال بره، ولو اینکه ذات اقدس الهی زیر سوال بره، ولو اینکه به پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توهین بشه، اهانت بشه، اما باید اینها عقیده خودشون رو ثابت بکنن. من در مورد عبدالله ابن سبعی یهودی صحبت کردم، اگر که دوستان نشون بدن این کتاب الانوار النعمانی است از سید نعمت الله جزائری، در احمد جان اگر نشون بدی، بله در صفحه بعدیش، اینم شناسنامه ای کتاب، اینم سال چاپش، سال 2010-1431 هجری قمری چاپ شده. در اینجا در مورد سبعی میگه که اینجا عبدالله ابن سبع اعتقاد داشته که علی خدا هست و از شیعیان علی بوده و قبل از اینکه اسلام بیاره یهودی بوده، در یهودیتش معتقد به امامت یوشع ابن نون بعد از موسی بوده، و وقتی هم که این گفته و گفته شده که انه اول من اظهر قلب وجوب الامامت علی، اولین کسی بود که ادعای امامت علی رو کرد که گفت واجب است، و از ایشون اصناف غلات شیعه جدا شدن، و عبدالله بن سبع یهودی میگفت که علی نمرده و کشته نشده، و میگفت که ابن ملجم شیطانی رو که به صورت علی بوده کشته و علی در آسمان است و صدای رد که از صدای علی است و خود بلات دیگری که وجود داره، و میتونید در کتاب فرق شیعه نوبختی و قومی هم در مورد فرقه سبعیه و ادعای باطل و توهین به اصحاب و نزدیکان رسول الله صلی الله علیه و سلم که بانی لعن و تن در صحابه، در ابوبکر و عمر و عثمان، عبدالله ابن سبع یهودی بود که متاسفانه امروز طرفداران بیشماری در بین آخوندهای رافضی و مدعیان دروغین تشیع داره. با هم میان برنامه میبینیم و دوباره در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان خواهیم بود با باب 77 کتاب حجت الکافی، ببینیم که چه دستگلایی به آب داده آقای کلینی در اینجا. با ما همراه باشید.
أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا عبد الله. الله أكبر. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم و برنامه حجت بی حجت و بررسی باب 77 باب ما فرض الله عز و جل و رسوله من الکون مع الائمه در جلد اول صفحه 208 در نسخه 8 جلدی الکافی. جناب استاد، در این باب ما فرض الله عز و جل و رسوله صلی الله علیه و آله من الکون مع الائمه علیهم السلام، باز هم مانند بقیه ابوابی که میخواست یک نوع فضیلتی رو برای ائمه شیعه در واقع ثابت بکنن، از آنجایی که در قرآن کریم هیچ گونه آیه صریحی در مورد ائمه شیعه نه اشارتن و نه کنایتن در واقع ذکر نشده و هیچ کدام از ویژگی های افسانه‌ای ائمه شیعه را قرآن کریم بهش اشاره نکرده و همچنین احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم به این اشاره را نداشته، شیعه مجبور شدن اومدن در آیات قرآن کریم بسیاری از جمادات و حیوانات و بقیه موارد را برچسب زدند که اینها منظورشون، منظور الله متعال ائمه شیعه هست. و یک رویکردی رو که برنامه ما جدیدن در واقع در پیش رو گرفته، نقد استدلال‌های باطل آقای کلینی هست در مورد ائمه، که آیاتی رو که از این آیات در مورد ائمه شیعه در واقع استدلال کرده، که با توجه به سیاق و سباق این آیات رو وقتی که ما نگاه میکنیم، سبب نزولش رو نگاه میکنیم و حتی خود آیه رو به صورت کامل وقتی که ما نگاه میکنیم، میبینیم که هیچ ارتباطی به ائمه شیعه در واقع نداره. من جمله این روایاتی که در این باب اومده، 7 روایت رو ذکر کرده آقای کلینی در 20 سال زحمتی که کشیده، 27 روایت هستن که راویان این 7 روایت انسانهای غالی و انسانهای احیانا غیر شیعه اثناعشری، شیعه اثناعشری نبودند، واقفی و ناوسی و غلات بودند و کسانی هستند که از زبان ائمه شیعه مورد لعن و نفرین قرار گرفتند. افرادی مانند مولا ابن محمد هست و برید ابن معاویه ملعون هست و همچنین ابن ابی نصر و همچنین خود برید ابن معاویه که معتقد به تحریف قرآن بودن، اکثر راویان شیعه این ویژگیشون هست. منصور ابن یونس، سعد ابن طریف یا طرف، ابو حمزه سومالی و بقیه افرادی که در این سندها وجود دارن، حسین ابن سعید،
ابان ابن تغلب و جابر جوفی که در واقع کذاب بودنش هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره، حسین ابن محمد، معلا ابن محمد که بسیاری از این راویان را ما در لابلای برنامه‌های گذشته به صورت مفصل خدمت بینندگان عزیز معرفی کردیم، اما در اینجا می‌پردازیم به بیان نظر آقای مجلسی که ببینیم در مورد راویانی که این روایت رو نقل کردند چه نظری رو داره در مورد خود این روایت. در میان این روایاتی که در این باب اومده فقط یک روایتی رو آقای مجلسی گفته که صحیح هست، بقیه روایاتش یا مجهول هستند و یا اینکه ضعیف هستند، یعنی هیچ گونه اعتباری رو ندارند. در کتاب مرآت اللخول جلد دوم، دوستان اگر نمایش بدند این صفحه رو، و باب ما فرض الله عز وجل و رسوله صلی الله علیه و آله من الكون مع الائمه علیهم السلام، روایت اول رو گفتند که این روایت ضعیفی هست، روایت دوم رو گفتند که صحیح هست که انشاءالله بیان خواهیم پرداخت، روایت چهارم رو گفتند که مجهول هست، ناشناخته و بی‌هویت هست. سوم چی بود جناب؟ و روایت سوم هم که روایت نیاوردن در اینجا، اونم که در حد موثق اونو فکر کنم ذکر کرده باشه که روایت چهارم مجهول، روایت پنجم هم مجهول و روایت ششم هم ضعیف و روایت هفتم هم ضعیف هست و روایت سوم فکر کنم مجهول کل موثق اون رو ذکر کرده باشه که الان من پرینتش رو نگرفتم در اینجا. جلد چندم؟ جلد دوم کتاب مرآت اللخول هست. جلد دوم مرآت اللخول از صفحه 416 شروع میشه این باب. جلد دوم صفحه 416 کتاب مرآت الاخول. الان میبینیم که مجموعاً این مطلبی را که آقای کلینی میخواست ثابت بکند ارزش روایاتش این اندازه هست که روایت یعنی ضعیف هستند روایاتش و همچنین مجهول هستند، دو سه تا روایتش ضعیف و دو سه تا دیگر هم که مجهول هستند و یکی از این روایات را گفته که روایت صحیح است بنابر اعتقاد آقای مجلسی. اگر واقعا در اینجا میخواد این مطلب رو به ما القا بکنه که الله متعال به ما دستور داده که ما همراه با ائمه باشیم، همراه با ائمه باشیم و صادقین که در قرآن کریم در سوره توبه آمده، منظور صادقین در واقع ائمه شیعه هستند، پس بنابراین الله متعال به ما دستور داده که همراه با ائمه شیعه باشیم. خود استدلال از این آیه برای اثبات ویژگی ائمه یا برای دستور دادن که الله متعال دستور داده که ما همراه با ائمه باشیم، با این ابهام و با این کلیگویی دلیل بر این هست که آیه در مورد امامت، در مورد دستور الهی در باره اتباع از ائمه اهل بیت و ائمه شیعه در واقع وجود نداره. بدین خاطر راویان شیعه مجبور شدند که آیاتی را که کلی هست اینها را بیاورند و تطبیق بدن بر ائمه شیعه. در روایت اول که حسین ابن محمد که قبلا معرفی کردیم و همچنین معلا ابن محمد را که بسیاری از ابواب این کتاب اصول کافی اختصاص داره به این دو نفر، یعنی در ابوابی را قبلا معرفی کردم که کل باب روایات حسین ابن محمد از معلا ابن محمد در واقع بود که خدمت بینندگان عزیز من در اینجا معرفی کردم. ایشون که گرچه این روایت ضعیفی هست، از برید ابن معاویه اجلی هست که مورد لعن قرار گرفته توسط ائمه. قال سألت ابا جعفر، اما من از امام ابو جعفر سوال کردم، دوستان نمایش بدم، ان قول الله عز وجل در مورد این آیه که الله متعال میفرماید اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، امام ابو جعفر امام باقر فرمودند که ایانا انا، منظور الله متعال ما بودیم، یعنی این منظور از صادقین که در قرآن کریم اومده ما هستیم. و همچنین روایت دومی که در اینجا هست، واقع مجلسی گفته بود که این روایت صحیح است، همین مطلب را آورده که سوال کردند از ابن ابی نصر، اینو از ابی الحسن رضا نقل کرده، قال سأل
مفتوح عن قول الله عز وجل. از امام رضا من سوال کردن در مورد این آیه، یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال الصادقون هم الائمه والصديقون بطاعتهم، که منظور الصادقين که در این آیه اومده همان ائمه شیعه هستن. این ادعایی هست که در این مورد آقای کلینی در واقع از زبان این راویان این رو در واقع جعل کرده و به خورد شیعیان داده، و امروزه شیعیان گمان میکنند و کونو مع الصادقين معنی این که الله تعالی دستور داده که کونو مع اهل البيت یا مع الاوصیا یا امامان 12 شیعه، که هیچ گونه اشاره‌ای در قرآن کریم به این افراد در واقع نشده. این روایت آقای مجلسی، خب برای مجلسی راحته که چون این روایتی رو در واقع بگوید که روایت صحیح است، ولو این که راویش یک شیعه غیر امامی باشد یا یک شیعه باشد که اصلا معتقد به قرآن نیست، قائل به تحریف قرآن هست، اینها عیب و ایراد نیستن نزد شیعه. اگر یک فردی قرآن رو قبول نداشته باشه، قائل به تحریف قرآن باشه، برای شیعه کاملا محترم هست، انسان مورد اعتمادی هست، ثقه هست و حرف و روایتش هم قبوله. کسانی که به قرآن اعتقاد ندارند خب میتوانند که چنین روایتی رو در واقع قبول بکنند، اما شیعیانی که واقعا قرآن رو کلام الله متعال میدونند و این مصحفی رو که امروزه در اختیار ما مسلمانان هست بدون کم و کاست این رو در واقع مقدس میدونند، کلام الله میدونند، به هیچ عنوان نمیتونند که به روایات افرادی مانند ابن ابی نصر در واقع استدلال بکنند یا چنین روایتی رو قبول بکنند. این ابن ابی نصر و همچنین خود برید ابن معاویه که در روایت اول اومده بود، با اینکه روایت ضعیف هست، اینها جز راویان تحریف قرآن هستند. من جمله در کتاب رجال کشی مطلبی رو از این ابن ابی نصر در واقع ذکر کرده که دلالت بر این داره که این آقا جز کسانی هست که معتقد به تحریف قرآن بودن. دوستان نمایش بدن این کتاب رجال کشی هست که بارها این کتاب رو دیدند و مشاهده کردند، جز مهمترین کتاب‌های شیعه در باب رجال و جز متقدم کتاب‌های نخستینی هست که شیعه در این باب نوشتند. و راوی که در اینجا معرفی کرده، راویش با شماره 480 هست، احمد ابن محمد ابن ابی نصر البیزنطی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر البیزنطی، که در این کتاب در صفحه 414 این فرد رو معرفی کرده. در صفحه بعدش در صفحه 414 روایتی رو در اینجا آورده با سندی که قبلا ذکر کرده. محمد ابن حسن قال حدثنا محمد ابن یزداد قال حدثنی ابو زکریا یحیی ابن محمد الرازی عن محمد ابن حسین از احمد ابن محمد ابن ابی نصر، از خود این آقا هست که در واقع در اینجا نقل کرده، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر که در واقع اینجا ذکر شده. این فرد میگوید که اوتی ابی ابی الحسن لما اوتی به ابی الحسن اخذ بهی علی القادسیتی ولم یدخل الکوفته و اخذ بهی علی البر الی البصرته. اشاره میکنه به جریان امام رضا رحمت الله علیه. قال به هر صورت وقتی که ایشون رسیدند امام رضا، قال فبعث الی مصحفا، امام رضا برای من یک قرآنی رو فرستاد، مصحفی رو نزد من فرستاد، و انا بالقادسیتی، در اون روزگار من در قادسیه بودم که امام رضا یک قرآنی رو برای من فرستاد، ففتحته، من این قرآن رو باز کردم، فوقعت بین یدی سورتو الم یکن، سوره الم یکن رو جلوی روی من باز شد، من دیدم، فاذاهی اطول و اکثر مما یقرأها الناس، دیدم که این سوره بسیار طولانی تر و بیشتر از اون چیزی هست که امروز مردم در واقع این سوره را میخوانند. قال فحفظ منه اشیا، از این سوره من چیزهایی رو در واقع ذکر کردم، حفظ کردم. این قرآنی که امام داشت و سوره لم یکن در واقع خیلی طولانی و بزرگ بود، من آیاتی رو از این سوره حفظ کردم. قال فاتانی مسافر و معه مندیل و تین و خاتم، فقال هات، یک فرد اومد و که دستمالی بود و گلو بود و مهری بود، قال هات این قرآن رو بده، فدفعت الیه فجعله فی المندیل و وضع علیه تین، گل مالیش کرد و ختمه و این رو مهرش زد، مهر مومش کرد، فذهب عنی ما کنت حفظته، وقتی که این قرآن رو از دست من گرفت اون آیاتی رو که من حفظ کردم اونا رو هم من فراموش کردم، فجهدت ان اذکر منه حرفا واحدا فلم اذکر، هرچی تلاش کردم که حتی یک حرفی از این سوره رو دوباره یادم بیاد چیزی یادم نیومده. در اینجا
باورخی زدن هذا الحديث يدل على ان التحريف واقع في القران الكريم. این حدیث دلالت بر این دارد که تحریف در قرآن کریم اتفاق افتاده و میگه که ما این روایت رو بحث علمی کردیم، نقاش کردیم، بررسی کردیم در کتابی که در این مورد نوشتیم، تحریف القرآن، و ذکرنا ان هذا وامثال ليث مما يعتنى به. این روایت میگه که از نظر ما ارزشی رو نداره. اما خود آقای ابن ابی نصر در واقع کسی بوده که این مطلب رو کاملا ذکر کرده و جز راویانی هست که شیعه به اون در واقع روایتش رو صحیح میدونن. در مورد این روایتی اسم این راوی چیزی نگفتن در کتاباشون؟ اسم اولش مثلا این هست، یعنی وقتی که آقای مدلیسی که این محمد ابن احمد ابن ابی نصر هست، وقتی که آقای مدلیسی این رو در واقع آورده در این کتاب و این رو گفته که این روایتش روایت صحیح هست، یعنی این فرد نزدشیه نزد یک فرد معتبری هست که روایتش در کتاب اصول کافی در واقع متعدد هست. این یک روایتی هست در کتاب اصول کافی. جالب این است که همین مطلب رو در کتاب اصول کافی هم اومده، بحث تحریف قرآن از آقای از این آقا از خود در روایت کتاب اصول کافی هم اومده و در جلد دوم کتاب اصول کافی هست، جلد محمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، در کتاب اصول کافی در جلد دوم در صفحه 631. دوستان نمایش بدن این باب را و کتاب را. کتاب اصول کافی هست، جلد دوم کتاب اصول کافی، یک بابی رو داره به عنوان باب نوادر که باب نوادر در صفحه 627 هست و این روایتی که در این باب اومده روایت 16 هم هست، روایت 16 هم با سندی دیگر غیر از اون سندی که در کتاب رجال کشی بود. روایت 16 هم علی ابن محمد ان بعضی اصحابه ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، اسمش رو به صورت کامل آورده، احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال دفع الی ابو الحسن علیه السلام مصحفا، میگوید که امام ابو الحسن یعنی امام رضا به من مصحفی رو دادن. در اونجا گفته بود که در اون روایت گفته بود که برای من فرستاد، من قادسیه بودم، امام برای من این مصحف رو فرستاد. در اینجا میگه که خودش به من داد، دفع الی ابو الحسن مصحفا و قال لا تنظر فیه. جالب این است که به من گفته که نگاش نکن، اینو بردار. الان چرا فرستاده، چرا دستش داده که حق نداری که در واقع نگاش بکنی؟ آیا کسی دیگر نزدیک امام نبوده که این مصحف رو به اون بدهد، بفرسته برای اون؟ برابر اون روایتی که در رجال کشی اومده، به هر صورت میگه این قرآن رو به من داد و گفت که لا تنظر فیه، به من گفت که نگاهش نکن. ففتحت و قرأت فیه. خب این کسی که حرف امام رو مخالفت بکنه آیا میتونه یک فرد معتبری باشه؟ آیا باز هم سخه هست؟ با این که امام شخصا بیشون دستور داده که این رو بازش نکن، نگاه نکن این کتاب را، این قرآن را باز نکن و نخونش، این فرد اومده مخالفت کرده با دستور صریح امام. ففتحته و قرأت فيه لم يكن الذين كفروا، سوره لم يكن الذين كفروا در اون قرآن امام رضا را من خوندم. فوجدت فيها اسم 70 رجلا من قريش، نام 70 نفر رو در سوره لم یکن الذین کفروا من دیدم، یعنی اون کسانی که کفر کردن، نام 70 نفر از قریش رو هم در این قرآن من دیدم که از در سوره لم یکن الذین کفروا. فوجدت فیها اسم 70 رجلا من قریش باسمائهم و اسماء آبائهم قال فبعث الی ابعث الی بالمصحف. بعدا امام به من پیام داد که اون قرآنی که بهت دادم قرآن دوباره بیار پس بده. جالب اینجا هست که کسی که کتاب رو تحقیق کرده گفته لعل المراد انه وجد تلك الاسماء مكتوبه في ذلك المصحف تفسيرا لقوله تعالى. شاید اینها در حاشیه این کتاب نوشته شدن به عنوان تفسیر نوشته شده بودند، نه اینکه جزء آیه در واقع باشه. اما صراحتا در خود این روایت و در روایت قبلی اومده که سوره لم يكن الذين كفروا بیشتر و بزرگتر از سوره هایی بود که مردم میخونند، از سوره ای که در بقیه قرآن ها وجود داره. صراحتا این هست، لا تنظر ففتح و میگه و قرأت فيه لم يكن الذين كفروا فوجدت فيها
که در این سوره من دیدم نام 70 نفر از کسانی که از قریش بودند، اسم خودشون و اسم پدرانشون، وقتی که 70 نفر رو حداقل دو اسم رو داشته باشند، فلانی فرزند فلانی در یک سوره باشند، خب مشخصه که سوره لم یکن الذین کفروا از اینی که هست در واقع بیشتر میشه. خب این آقا جز کسانی هست که راوی تحریف قرآن هست، نه تحریف یک کلمه و دو کلمه، میگه حداقل 70 نفر رو من دیدم که اسمشون در مصحف امام، در قرآنی که امام داشت، جزء سوره لم یکن الذین کفروا، 70 نفر از کافران با نام خودشون و نام پدرانشون در واقع در این سوره ذکر شده بودند که امروزه قرآنی که مسلمانان در اختیار دارند این ویژگی ها رو نداره، نام این کافران در این سوره نیست، حتما نام ابوبکر و عمر و عثمان و نمیدونم اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم منظورش هست. پس بنابراین چونین فردی مشخصه که روایتش از دیدگاه مسلمانان چه ارزشی رو خواهد داشت. این روایت دوم بود. بله، روایت دومی که آقای احمد ابن محمد ابن ابی نصر اینو روایت کرده. خب این از نظر خود ارزش این روایت که عرض کردم که از دیدگاه ما مسلمانان، اگر مجلسی که نه، اگر تمام شیعه اتفاق نظر داشته باشند که این روایت روایت صحیح است، مادامی که راویانش حتی خود محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد، اونا وضعیت بهتری رو ندارن، تمام اینها جز راویان تحریف قرآن هستن، من چون که بقیه راویانش رو قبلا خدمت بینندگان عزیز مطرح کردم دی از اونها نامی نبردم، اما تمام راویانش جز راویان قرآن کریم هستند و چنین کسانی از دیدگاه هیچ مسلمانی ارزش این رو ندارند که ما در واقع حرف ایشون رو در مورد دین خودمون و در مورد عقیده خودمون قبول بکنیم. گذشته از این که این روایت چه روایتی هست و چه درجه ای رو داره، آقای ابن ابی نصر فرض کنیم که اصلا خودشون جز اولیاء الله باشه، جز اهل بیت باشه، جز نمیدونم موثق ترین افراد باشه، حتی محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد و این آقای ابن نصر، بالفرض این که جز شایسته ترین انسانهای روزگار خودشون و 100% در واقع ثبت و ثقه و عادل باشند، اما خود این آیه‌ای که در اینجا اومده به هیچ عنوان مصداقیتش 100% تنها و فقط و فقط ائمه نیست. ما در مورد ائمه شیعه که شیعه خودشون رو به این ائمه نسبت میدن و هیچ ارتباطی و هیچ در واقع تناسبی با این ائمه ندارن، به هیچ عنوان نمیتونن پیرو ائمه شیعه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشن، اما این بزرگان را از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، صادق، تمام این بزرگواران را ما انسان‌های راستگویی میدونیم، از دیدگاه ما انسان‌های صادقی هستند، روایاتشون در کتاب‌های حدیثی اهل سنت و جماعت من جمله صحیح بخاری، صحیح مسلم و بقیه سنن، روایاتشون در واقع وجود داره، از نظر ما انسان‌های صادق و ثقه و عادلی بودند و هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود نداره. اما این مطلب که منظور الله متعال و هدف الله متعال از این آیه صرفاً و صرفاً اهل بیت باشند یا این تعداد مشخصی از اهل بیت باشند یا ائمه شیعه باشند، این مطلبی هست که به هیچ عنوان نه از نظر عقلی قابل قبول هست و نه از نظر خود نقلی در آیات قرآن کریم. وقتی ما نگاه بکنیم صدیقان را و صادقان را الله متعال کاملا معرفی کرده و هیچ گونه اختصاصی به ائمه شیعه ندارد. عرض کردم گرچه ما ائمه را که شیعه خود را به آن انتساب میدهند و از بزرگان اهل سنت هستند و از بزرگان اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، ما اونها را صادق میدونیم، انسانهای صادق و راستگویی بودند، اما تنها این که معتقد باشیم که صادقین فقط و فقط یعنی ائمه اهل بیت و دیگران صادق نیستند، این با عقل و با منطق و با آیات قرآن کریم در واقع هیچ گونه همخوانی رو نداره. بله جناب استاد، حدیث سوم رو من خدمتتون نشون بدم، مرآت العقول، احمد جان نشون بده، فی شرح اخبار آل رسول، علامه شیخ مولا محمد باقر مجلسی، در صفحه 430 هست فکر کنم، بله در اینجا در صفحه 421 حدیث ثالث، در حدیث ثالث مختلفی کل موثق، اینم اصطلاحات ویژه آقای مجلسی است، مختلفیه کل موثق، این حداقلش موثق هست، وقتی میگه موثق یعنی این که راوی شیعه نیست،
راویش غیر شیعه هست، شیعه اثناعشری نیست و روایتش را یعنی در واقع صرف نظر میکنند، تنازل میدند، روایتش را قبول میکنند، کل موثق میشه، موثق یا قوی یه به این معنی که راویش شیعه اثناعشری در واقع نیست. به هر صورت مطلب دیگری که در اینجا قابل تأمل هست در این آیه، خود معنی آیه هست که این آیه در واقع چی میگوید. این آیه در سوره توبه هست، در سوره توبه آیه 119 هست که الله تعالی در واقع این رو ذکر کرده که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این آیه رو ما با هم از قرآن کریم و از مصحف با هم دیگر میبینیم که آیه چندم است؟ آیه 119 در سوره توبه هست. آیه 119 در سوره توبه. این آیه نشون بده. بله. در این آیه الله متعال عرض کردم که برای این که ما اگر بخوایم که آیه رو تطبیق بدیم بر ائمه شیعه، لازم این است که سباق و سیاق این آیه رو قطع بکنیم. ما قبل و ما بعد این آیه رو نگاه نکنیم و هرچی این راویان دروغگو و معتقد به تحریف قرآن و غالی شیعه بگویند، ما اون رو در واقع قبول بکنیم. در این آیه الله متعال این آیه رو در اینجا که ذکر کرده در مورد جنگ تبوک هست، یعنی در لابلای مواردی رو که در مورد جنگ تبوک در واقع الله متعال ذکر کردن این آیه رو آورده. در آیات قبلش از آیه 117 الله متعال در مورد مهاجرین و انصار گفته، در مورد مهاجرین و انصار، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. الله متعال توبه پیامبرش را، مهاجرین را و انصار را در واقع پذیرفت. الذين اتبعوه في ساعة العسرة، که در اون سختی های جنگ تبوک در واقع پیروی کردند، همگام با رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. جالب اینجا هست که هیچ کدام از ائمه شیعه جز مهاجرین و انصاری که در جنگ تبوک بودند نیستند. هیچ کدام از ائمه شیعه بلا استثناء، حتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که جز مهاجرین هست، شکی در این وجود نداره، جز کسانی نبودند که در این جنگ همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم باشند. پس بنابراین این آیه اساسا نه شامل به صورت کلی، در سبب نزولش وقتی که ما نگاه میکنیم، این شامل حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حسن و حسین و بقیه بزرگواران به هیچ عنوان در واقع نمیشود، زیرا که این در مورد کسانی نازل شده که در جنگ تبوک همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند. اون شیعه هم اعتراف داره که در جنگ تبوک سیدنا علی رضی الله تعالی عنه همراه با رسول الله نبودند، بلکه جانشینشون بودند. در جانشینشون بودند و جانشینشون در مورد خانوادهشون بودند، یعنی سرپرستی خانواده خودشون رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی به جنگ تبوک رفتن این واگذار کردن به حضرت علی و برای امامت نماز فرد دیگری رو رسول الله صلی الله علیه و سلم گماشتند. یعنی جانشین تام اختیار رسول الله نبودند، فقط مسئولیتش نگهداری خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و در بقیه امور رسول الله صلی الله علیه و سلم افراد دیگری مانند عبدالله ابن ام مکتوم را معرفی کرده بودند. خب به هر صورت از اینجا شروع میشه. الله متعال میفرماید و علی الثلاثه الذين خلفوا. الله متعال توبه سه نفر دیگری را از اصحاب رسول الله که جز صادقین بودند و الله متعال توبه اونها را در واقع پذیرفت، یعنی منافقینی که بودند اونها را جدا کرده، الله متعال توبه پیامبر و مهاجرین و انصار و سه نفری را که به جنگ تبوک نرفته بودند، الله متعال توبه اونها را هم پذیرفت. حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت الى اخر. این آیه در آیه 118 هست. در آیه 119 الله متعال میفرماید که یا ایها الذين امنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين. کسانی که ایمان آورده اید تقوای الهی رو پیشه بکنید و کونو مع الصادقین، همراه با صادقان باشید. این ترجمه ظاهری این آیه هست. بلا فاصله بعد از این آیه باز هم میفرماید که ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. این سزاوار نیست که اهل مدینه و اعراب و کسانی که پیرامون شهر مدینه هستند اینها از حضور در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم تخلف بجویند. اینا باید همراه با رسول الله خارج میشدند، میرفتند به جنگ تبوک. متاسفانه هیچ منافقی در این سفر با رسول الله صلی الله علیه و سلم همراهی نکردند. در لابلای آیاتی که الله متعال در مورد جنگ تبوک و جریان سختی هایی که مهاجرین و انصار تحمل کردند، در مورد کسانی که از این جنگ تخلف کردند، الله متعال توبه صادقانشان را که سه نفر از صحابه بودند اینها را پذیرفت و بقیه کسانی را که جز منافقین بودند اینها در واقع مشخص شدند که جز منافقین هستند. در لابلای این الله متعال فرماد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، همراه با صادقین باشید. و همراه و معنی این آیه هم
این نیست که شما پیرو صادقین باشید، شما به صادقین ایمان بیاورید، بلکه خودش الله متعال در اینجا میفرماید که شما اهل تقوا باشید، اوامر الهی رو انجام بدهید، از نواهی الهی اجتناب بکنید، تا این که سرانجام شما در زمره صادقان باشید یا همراه با صادقان باشید در روز قیامت. پس بنابراین این آیه هیچ گونه اختصاصی رو به ائمه شیعه ندارد. اگر سبب نزولش رو و این مواردی رو که این آیات آیه در لابلش قرار گرفته نگاه بکنیم که در مورد جنگ تبوک است، حتی حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم شامل نمی شود، بلکه به صورت عمومی هست. این آیه رو، معنی این آیه به صورت دقیق این است که الله متعال می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوای الهی رو پیشه بکنید تا این که در روز قیامت شما همراه با صادقان باشید. تا این که در روز قیامت، اگر شما در دنیا متقی و پرهیزگار بودید، یعنی این که در روز قیامت شما همراه با در واقع صادقان خواهید بود. این آیه رو نمونهش رو الله متعال در قرآن کریم همین در واقع مطلب را با تعبیر دیگر الله متعال در سوره نساء آیه 69 این رو در واقع ذکر کردن. سوره نساء آیه 69 الله متعال می فرمایند که همین مطلب رو الله متعال در اونجا هم ذکر کرده و می فرمند که وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، هر کسی که از الله و رسول اطاعت بکند، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، همون مطلبی که در اونجا ذکر کرده بود که ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوای الهی رو پیشه بکنید، یعنی اوامر الهی و پیامبر را دست انجام بدهید و از منهیات اجتناب بکنید. در اینجا میفرماید و من یطع الله و رسول، و هر کسی که از الله و رسول اطاعت بکند، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، نتیجه چه خواهد بود؟ این است که آنها، این افرادی که از الله و رسول اطاعت میکنند، در روز قیامت همراه با کسانی خواهند بود که نعمت هدایت و رستگاری رو الله متعال به آنها داده، الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، اینها همراه با کسانی خواهند بود که منعم علیهم هستند، پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان، و حسن اولئك رفيقا، و اینها در واقع رفیقان و همراهان در واقع صالحی در روز قیامت برای این گونه افراد خواهند بود. پس بنابراین در این آیه الله متعال عموما تمام مسلمانان را دستور داده که تقوای الهی را پیشی بکنند. اگر این گونه باشد، تقوای الهی را پیشه کردند و اگر در واقع از الله و رسول اطاعت کردن، نتیجهش این است که فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، که در روز قیامت با نیکوکاران و صالحان خواهم بود و من جمله صدیقین یا همون صادقان، و هیچ گونه ارتباطی با مشیه در واقع ندارد. جزاکم الله خیر. من داشتم دنبال این آیاتی که در مورد صادقین است میگشتم، آیه نظر من رو جلب کرد، آیه 35 سوره احزاب. الله سبحانه و تعالی میفرماید که در این آیه، احمد جان اگر بتونی نشون بدی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. حالا چند تا امام زن داشتیم که خداوند در اینجا صادقات گفته؟ بله، لازمش این است که حتما تعدادی از ائمه زن باشند. حالا نمیدونم، شاید هم اینایی که ائمه که 12 نفرند، در این ما هیچ شکی نداریم، آقایون قبول نمی کنند روایاتی که 13 امام گفتند، یا شیعیانی که کمتر از 12 امام رو قبول دارند، اونها رو شیعه نمی دونند، اصلا مسلمان نمی دونند، حتی تصریح کردن هر کسی که ولو اینکه یک نفر از ائمه رو قبول نکند، در واقع مسلمان نیست. الان اگر 12 نفر هستند، الله متعال می فرماید که صادقین و صادقات هستند. یعنی که نه تنها یک نفر، حتی باید چند نفر باشند. الله تعالی میگه ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. یعنی این که تعدادی از اگر صادقین، یعنی فقط و فقط اهل بیت رسول الله ائمه شیعه، خب صادقات هم باید همین معنی رو داشته باشه. یعنی تعدادی از امام زن و تعدادی امام مرد داشته مرد باید در واقع داشته باشن. اما عرض کردم که با توجه به آیاتی که در قرآن کریم وجود داره، الله متعال حتی
تا صادقین را یا صادقات را در قرآن کریم کاملا مشخص کرده که هیچ گونه ارتباطی با ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره. گرچه عرض کردم که ما ائمه اهل بیت را، علی را و فرزندانش را جز صادقین میدونیم، جون انسانهایی میدانیم که صادق بودند، صدیق بودند، رازگو و درستکار بودند، در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای را ما نداریم. جز انسانهای عادل بودند، ثقه بودند، جز راویان اهل سنت و الجماعت هستند، جز بزرگان اهل سنت و الجماعت هستند و هیچ ارتباطی رو به شیعه ندارن. اما این که فقط صادقین رو که در قرآن هر جا اومده باشه یعنی مساوی با ائمه شیعه، لازمش این است که صادقات هم باید مساوی باشه با ائمه شیعه، که تعدادی از ائمه شیعه باید زن باشن. اگر 12 تا هستند و بیشتر نیستند، حتما تعدادی از این 12 تا زن بودند و مرد در واقع نباید باشند. اگر 12 تا مرد بودند، باید تعدادی دیگر ائمه زن هم در واقع داشته باشند. الله متعال در قرآن کریم در آیه 177 سوره بقره، 177 سوره بقره، الله متعال اون کسانی رو که اهل صدق هستند و صادق هستند، الله متعال اونها رو در واقع معرفی کرده که میبینیم هیچ گونه اختصاصی به ائمه شیعه در واقع ندارن. آیات دیگری هم در این زمینه هست که در واقع مصداقیتشون و دلالتشون صریح‌تر و واضح‌تر است. به طور مثال الله متعال در این مثال در این آیه میفهمد که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، در مورد تغییر قبله، ولکن البر من آمن بالله، بر و نیکی و احسان این است که انسان ایمان بیاورد به الله. اینجا مواردی رو که جزء اصول ایمان هستند و ارکان ایمان هستند، الله متعال ذکر میکند که ولکن البر من آمن بالله، بر و نیکی و احسان یعنی این که انسان ایمان بیاورد به الله و روز قیامت و الملائکت و فرشتگان و کتابهای آسمانی و نبیین و در واقع پیامبران. 5 مورد از ارکان ایمان رو الله متعال در اینجا ذکر کرده و برخی دیگر از اعمال را. و آت المال علی حبه، مال را، ثروت را با اینکه دوستش دارد این رو باید بدهد، صدقه بکند، به ذوی القربا بدهد، به یتاما بدهد، و المساکین و ابن السبیل، به مساکین بدهد، به مسافران و رهگذران بدهد، و سائلین کسانی که گدا هستند و سوال میکنند به اونها بدهد، و فرقاب برای آزادی برده ها بدهد، و اقام صلات، و این فرد و برونیکین است که انسان مقیم صلات باشه، نماز را اقامه بکند، و آت زکات، زکات بپردازد، و الموفون به عهدهم، وفادار به عهد باشند اذا عاهدوا، و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، در سختی و در تنگی و مشقت و هنگام جنگ باید صبر کنند. اولئک الذین صدقوا، اینها کسانی هستند که راست گفتند. اولئک الذین صدقوا یعنی هیچ ارتباطی به ائمه شیعه نداره. کسانی که به الله ایمان آوردند، به روز قیامت ایمان آوردند، به ملائکه و کتابها و نبیین ایمان آوردند، صدقه دادند در راه الله متعال، نماز خوندند، زکات دادند، وفادار به عهد هستند، غیر از ائمه شیعه بسیار زیاد هستند. پس بنابراین این صادقین اولئک الذین صدقوا به هیچ عنوان نمیتونه فقط و فقط در واقع ائمه اهل بیت باشند. و همچنین در سوره حشر، در سوره حشر آیه 15 الله متعال میفرماید، در سوره حشر آیه 15 الله متعال میفرماید که انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، آن مؤمنانی که ایمان آوردند، آن مؤمنانی که ایمان آوردند به الله و رسولش، ثم لم یرتابوا و بعد از آن بر نگشتند، مرتد نشدند، بر ایمان خودشون ثابت قدم ماندند، و جاهدوا باموالهم و انفسهم و با مال و جان خودشون جهاد کردند، و با مال و جان خودشون و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون. در اینجا الله متعال صادقین را به صورت کامل مشخص کرده و تعریف کرده. صادقان چه کسانی هستند؟ آن مؤمنانی که ایمان آوردند به الله و به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند و بعد از ایمانشون هیچ گونه شک و تردیدی را نداشتند، و جاهد و جهاد کردند با مالشون و با نفسشون، با مال و با نفس خودشون جهاد کردند. اینها الله متعال میفرماید اولئک هم الصادقون، صادقان اینها هستند. در اونجا هم که الله متعال فرموده و کونوا مع الصادقین، یعنی همراه با اینها باشید، کسانی که ایمان آوردند به الله و رسول الله و جهاد کردند در راه الله متعال با مال و نفسشون. کدام یک از ائمه شیعه جهاد کردند در راه الله متعال؟ چند نفر هستند؟
غیر از اصحاب رسول الله که حضرت علی رضی الله تعالی عنه هست و که با رسول الله جهاد کردند و حضرت حسین رضی الله تعالی عنه که در زمان بنی امیه جهاد کردند، در رکاب بنی امیه بودند. بعد از این کدام یک از ائمه شیعه مصداق کسانی هستند که با مال و جان خودشون در راه الله متعال جهاد کرده باشند؟ الله متعال صراحتا در این سوره، در سوره 8 آیه 15 میفرماید که در اولئک هم الصادقون، اینها در واقع صادقان هستند که فقط و فقط اینها صادقون هستند. و غیر از این در جای دیگری الله متعال در سوره 8 آیه آیه 15 در سوره حجرات بود، در سوره حجرات بله. و در سوره حشر آیه 8 هست که الله متعال بس همین مطلب را کلایکم الصادقون رو در واقع ذکر میکند. این رو در مورد مهاجرین میگه، در مورد مهاجرین و انصار که در واقع صدقات باید به این فقرا داده باشه، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم، صدقات را باید به فقرای مهاجرینی بدهیم که الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. بازم در اینجا الله متعال این تعبیر رو دارند که اولئك هم الصادقون، صادقان اینها هستند. در واقع در این دعایه الله متعال صراحتا صادقین رو کاملا معرفی کرده. این دو تا آیه رو در کنار اون آیه بذارید که کونوا مع الصادقین، این همراه با این باشید. فقرای مهاجرین، اون کسانی که از کاخانه کاشانه خودشون در واقع رانده شدن، غیر از حضرت علی رضی الله تعالی عنه کدام یک از ائمه شیعه جز مهاجرین هستند؟ جز مهاجرینی که از مکه هجرت کردند به مدینه اومدن نیستند. حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما در مدینه متولد شدند و بقیهشون هم که اصلا هیچ بحثی با هجرت در واقع نداشتند. پس بنابراین در این آیه الله متعال مهاجران را صادقان نامیده. در آیه سوره حجرات الله متعال کسانی را که ایمان آورده باشند به الله و رسول و جهاد کرده باشند اونها را جز آنها را صادقان مینامد که هیچ کدام از ائمه شیعه در واقع مشمول این توصیفی که الله متعال در اینجا کرده و با این تعبیر جز صادقین در واقع نمیتونه باشه. اگر قبول بکنیم میتونیم اونها را در زمره صادقان، وقتی میگیم صادق باشه یعنی به عنوان راستگو باشند، بله ائمه شیعه، تمام ائمه شیعه در واقع که 11 نفر که خودشون رو در واقع به اونها میچسبونن غیر از 12 که مجهول الاثر و مجهول الهویه هست، بقیهشون رو ما انسانهای محترمی میدونیم، انسانهای سخی در واقع بودن، صادق بودن هم در گفتار خودشون و هم در رفتار خودشون صادق بودن و جز بزرگان اهل سنت و الجماعت بودن. اما این که این آیه سوره توبه رو خاص بدونیم برای ائمه شیعه به هیچ عنوان نه با قرآن کریم سازگاری دارند و نه با واقعیت و ویژگی هایی که قرآن کریم با برای صادقین ذکر کرده نمیتوانند که منحصرا این ائمه 12 فقط و فقط اینها صادقین باشند. جزاکم الله خیر، تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالقدوس دهخان. و شما عزیزان میتونید که تو برنامه قرآنی که دارید تو موبایلتون، تو لپتاپ، تو کامپیوتر، تو گوگل سرچ بکنید، از صادقون بنویسید. در قرآن کریم صادقین، صادقون آیات فراوانی هست که اصلا ربطی نداره و اگر بخوایم اینا رو ترجمه بکنید به ائمه اهل بیت یعنی معانی اصلا که ربطی به اونها نخواهد داشت. اما چی میشه کرد با قومی که هر چیزو میخوان ربط بدن به دروغ ها و مطالب غلطی که عبدالله ابن سبع یهودی مؤسس دین رافضه‌گری ساخته و مدعیان دروغین تشیع و فریب او و یاران او رو خوردن. جالب این است که در سوره حجرات مطلب دیگری در اینجا آمده، الله متعال برخی از این صادقین را هم معرفی کرده، یعنی در مورد کسانی که در جنگ بدر و احد به شهادت رسیدن الله متعال اونها را در واقع صادق نامیده و جز صادقین هستند. در سوره احزاب در آیه 23 و 24 الله متعال میفرماید که من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، از مؤمنان کسانی هستند که صادق بودند بر عهدی که فستن با الله متعال، صادق ماندن، صدق و ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلو تبدیلا، بعضی از اونها درگذشتند وفات کردند، کسانی که در جنگ بدر و احد از مسلمانان به شهادت رسیدند، و منهم من ينتظر و بعضیشون همچنان منتظر هستند که به این به شهادت برسند، و ما بدلو تبدیلا. در آخر میفرماید که به چه خاطر این بعد از این توصیف کسانی که در جنگ بدر و احد در واقع به شهادت رسیدند،
ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الله متعال صادقين را بخاطر صدقی که داشتن اونها را پاداش خیر در واقع بدهد و يعذب المنافقين ان شاء و منافقان را در واقع به سزای اعمال خودشان برساند. در اینجا الله متعال با صراحت میفرمایند که بسیاری از صادقین در جنگ بدر و احد در واقع به شهادت رسیدند. خب کدام یک از ائمه شیعه در جنگ بدر و احد در واقع به شهادت رسیدند؟ تمامی این آیات و آیات دیگری که در قرآن هستند دلالت بر این دارند که ائمه شیعه به صورت اختصاصی نمیتونند که مفهوم انحصاری صادقین باشند. تمام اصحاب رسول الله به تعبیر قرآن کسانی که هجرت کردند، مهاجرین و انصار و کسانی که ایمان آوردند و جهاد کردند در راه الله متعال و من جمله کسانی که در جنگ بدر و احد شهید شدند، اونها جزء صادقین هستند و هیچ ارتباطی و اختصاصی به ائمه شیعه در واقع این آیه ندارد. جزاکم الله خیر. جناب استاد اگر اجازه بدید میان برنامه ببینیم و دوباره خدمت شما باشیم با ادامه بحث در باب 77 و ادعای دروغین آقای کلینی، بزرگترین دروغگوی مذهب شیعه اثنی عشری، متاسفانه صاحب صحیح‌ترین کتاب بعد از قرآن کریم در نزد شیعه، اگر به قرآن ایمان داشته باشند، چون در همین کتاب کافی اومده که قرآن اصلی قرآن است که 17000 آیت است و در نسل امام زمان است و با خودش برده و از ترس پاره شدن شکمش هم فرار کرده. با ما همراه باشید. لحظه ای با آخوندها بخندیم. از میان معادن هر معدنی که ولای امیرالمؤمنین قبول کرد ارزشمندتر شد. اولین معدنی که از فلزات و عناصر ولای امیرالمؤمنین قبول کرد طلا بود. خدا او رو گران قیمت و عزیز دلها قرار داد. بی خود نیست یکی رو دوست دارن. طلا رو همه دوست دارن. ممکنه یه فلز گران قیمت تر از طلا هم باشه الان به خاطر کمیابیش، ولی محبوب زنا و دلها نیست. برای طلا سر و دست میشه. محبوبیت یه چیز دیگه ای. بله. یا مثلا اول سنگی یا اول کوهی که ولای امیرالمؤمنین قبول کرد کوه عقیق بود، بعد فیروزه بوده. ولذا جزو کرائم شده، احجار کریمه شد و انقدر حجر کریمه شد، انقدر عزیز شد که مایه استجابت دعا میشه. همراه داشتن و در دست داشتن این احجاری که غرق در ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه شدن، اینا باعث استجابت، یعنی اینقدر این عزیزه. نه تنها سنگ ها، بلکه از میان آب ها هم ما آب شیعه و آب سنی داریم. ما تو دریا آب شیعه داریم، آب سنی داریم. تو دریاها آب هایی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول کردن و شیرینه. اقیانوس هایی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نکردن و تلخ و شورن. هواها هم همینطوره. هر کدوم خواص خودشونو دارن. اونا هم میان برای زیارت. نه تنها در میان سنگ ها و آب ها، بلکه در بین میوه ها و سبزیجات و حیوانات و خزندگان هم شیعه وجود دارد. مو بستر من البشر، مو بستر من البشریه، مو من البشریه، کل شیء اكو موالی و اكو معادی. حجاره الكعبه مواليه، لكن سقيفة بني ساعدة هذه حجارتها موالية. حجارة الحسينيات والمساجد موالية. حجارة البارات ومحلات الخمور هذه موالية لا. حجارة اللي ينبني بها قبور الأئمة موالية. والحجر اللي صك جبين الحسين موالي. حتى در ميان حيوانات برخي ها دوستار أهل بيت هستن و برخي دشمن أهل بيت. إن في من الحيوانات محب لأهل البيت، وفي من الحيوانات مبغض لأهل البيت. هذا الفيل محمود الذي وجه لهدم الكعبة وأبى، هذا مؤمنا بالله، هذا مؤمن بالله.
لكن خيول الأعوجية مؤمنة بالله؟ لا. الطيور التي أرسلت على جيش إبرهة الصباح ابن الصباح لعنه الله، فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه طيور موالية، الطيور التي لطخت أجنحتها بدم الحسين موالية، تختلف. بعكس البرص، هذا البرص لعنه الله، هذا مبغض لأهل البيت، بغض عجيب هذا الخبيث. هذا رواية اللي عن الإمام الصادق، واحد جالس يمه وهذا البرص هذا على الجدار، فيطلع لسانه يقول الإمام الصادق اللي جالس يمه يقول أتعرف ما يقول؟ قال شنو يقول؟ قال يقول إن سببتم عثماننا سببنا عليكم. هذا ناصب خبيث ملعون، هذا شكل عجيب خبيث، هذا خبيث ملعون. بعكس الضفدعة، هذا الضفدعة تشوف جلدها كأنه محروق، ها؟ بعكس هذا الضفدعة شكل جلدها كأنه محروق، شوف هذه شو تسوي؟ هذه مؤمنة بالله، هذه يوم أشعلت النار لحق نبي الله إبراهيم تروح إلى النهر وتعبي نفسها ما تجي ترمي بنفسها في النار حتى تطفي النار عن نبي الله إبراهيم. هذه موالية لهذا أهل البيت، روايات عنهم كراهة قتل الضفدعة. لكن استحباب قتل ذاك الخبيث، الكلاب والخنازير والقردة، هذه كلها مبغضة لأهل البيت، معادية لأهل البيت. اما این یکی را راز گفته، این سگهای پدر سوخته واقعا دشمن اهل بیت هستند. ففي حيوانات معادية وفي حيوانات مبغضة، حتى في النباتات، حتى في النباتات ما طاب طعمه موال لأهل البيت وما خبث طعمه مبغض لأهل البيت. ربما أصل النبات مثلا من أصل خباثة الطعم، مثلا المر إذا كان نبات من أصل مر هذا لا موالي، لكن إذا لا والله المتعارف عليه أنه حلو لكن طلعت واحدة مرة هذا مخالفة لأهل البيت، معادية لأهل البيت، مبغضة لأهل البيت. يقول إن اشتروا مع الإمام بطيخ وجاب الإمام إلى بيتهم ففتح واحدة وأكل منها ما استساق طعمها رماها، قال أظن أن هذه ممن أنكرت ولايتي، قال أظن أن هذه ممن أنكرت ولايتي.
با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، در لحظات پایانی برنامه حجت بی حجت هستیم و جناب مولانا نوبت بینندگان است. اگر چند دقیقه دوست دارید یک جنبندی کلی داشته باشیم از موضوع برنامه تا عزیزانمون شماره تلفن برنامه رو زیرنویس بکنن و صدای گرم عزیزانی که بیننده این برنامه هستن رو بشنوند. روایت دیگری که در این باب اومده، یعنی با توجه به این که خود آقای مجلسی تصریح کردند که روایات ضعیف و مجهولی هستند، در واقع ارزش بررسی کردن هم نداره. مواردی از اینها یعنی مخالف با واقعیت و مخالف با عقیده مسلمانان هست و تداعی کننده بحث تناسخ هست، مانند روایت چهارم که در اینجا معتقد به این هست، در این روایت اومده که جرا فیهم روحک و روحک و ما جرا فیک من ربک، که معتقد به این هستند که روح ائمه در روح رسول الله صلی الله علیه وسلم در ائمه دمیده شده، که این در واقع از نظر عقلی و شرعی قابل قبول نیست. در روایت ششم همچنین اومده که قرآن و اطرت و اهل بیت با هم دیگر حتما همراه با خواهند بود. و اینی سأل تو ربی الله یفرق بینهم و بین الکتاب حتی یرد علی الحوض هکذا و ضم بین اصبعیه، که رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کردند که قرآن و اهل بیت از هم دیگر جدا نشوند. اما امروز ما میبینی که قرآن و اهل بیت از هم دیگر جدا هستند. اهل بیتی وجود ندارد، ائمه شیعی که حاضر باشه وجود نداره، غایب هست، اما قرآن رو ما در میان خودمون داریم. از دو حالت خالی نیست، یا یعنی اینکه این قرآن رو کلام الله بدانیم، قرآن حقیقی و واقعی بدونیم که از امام جدا هست، ما امامی رو مشاهده نکردیم و نمیبینیم، در غیبت هست اما قرآن در غیبت نیست، یا اینکه این قرآن رو تحریف شده بدونیم، قرآن اصلی رو همراه با امام بدونیم، که در اون صورت معنی این روایت صحیح میشود، اما مسلمانان در واقع از قرآن اصلی در طول این هزار و اندی سال در واقع محروم میشوند و هیچ انسان عاقلی هم چنین حرفی رو قبول نخواهد کرد. و تمامی این روایت هم گونه که عرض کردم روایاتی هستند که غیر از روایت اول و دوم که روایت اول ضعیف بود و روایت دوم را هم معرفی کردن، صراحتی در مورد این که الله متعال دستور داده باشه کونوا مع الصادقین در واقع ندارند. و عرض کردم که صادقین در آیات قرآن کریم تمام کسانی هستند که مؤمن به الله هستند، مؤمن به رسول الله هستند و اهل تقوا هستند، اوامر الهی رو انجام دادند، از منهیات الهی اجتناب کردند، با مال و جان خودشون در راه الله متعال جهاد کردند، آنها جز صادقین هستند. و الله متعال هم به ما دستور داده که تقوای الهی رو پیشه بکنیم، که نتیجهش این خواهد بود که ما در روز قیامت همراه با صادقان خواهیم بود. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. جزاکم الله خیر. میریم سراغ تماس‌های بینندگان عزیز و گرامی، امیدواریم که در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنن. عزیزان بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ من ارکستر همیشه مزاحم جناب آقای از محمد آقای انصاری. آقا رضایی بفرمایید، در مورد حدیث شماره دو در این باب که آقای مجلسی این حدیث رو در کافی حدیث صحیح میدونه و در اینجا اومده که از صدیقون اینا ائمه هستن و ما ثابت کردیم که این ادعا با آیات قرآن کریم در تضاد است. بله متوجه شدم. البته همه برنامه تون رو ندیدم، اما تو این 20 دقیقه نیم ساعتی هست که برنامه رو میبینم، دیدم که مولانا آیاتی رو از قرآن استناد کردن که در مورد صداقت و صادقین رو، و من این رو میگم که انبیاء عظام همه صادقند، ولی خدای متعال جل و علا می فرماید ما در جمع اینها انتخاب کردیم، استفا کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اون چی که ایشون می فرماید به ائمه شیعه نمی خورد این است که خدای متعال می فرماید ابراهیم را، اولاد ابراهیم ذریتون بعضها من بعض،
والله سمیع و علیم. و به همین دلیل هم است که در سوره رعد می‌فرماید که به آل ابراهیم و آتیناه ملکاً عظیما و آتیناه الکتاب و الحکمه و آتیناه ملکاً عظیما. بله آقای رضایی برادر عزیز گرامی، مطالبی که شما ذکر فرمودید در مورد آل ابراهیم ربطی به موضوع برنامه نداره. ما اینجا حدیثی رو آوردیم، اگر شما یک بار دیگر دقت بفرمایید در باب، در همین بابی که صفحه تلویزیون نگاه بکنید، در این باب در کتاب حجت 7 تا حدیث آورده، باب ما فرض الله من الکون مع الائمه. در بین این 7 تا حدیث فقط یکیش صحیح هست، بقیه همه گفتن که ضعیف است و مجهول است و آقای مجلسی هم این کارو کرده، علمای اهل سنت نکردن. و اما تنها حدیثی که در این باب صحیح هست، حدیثی است که در اینجا میگه که در قرآن کریم وقتی که صدیقین ذکر شده، کونو مع الصادقین، اینجا از صادقین منظور ائمه اهل بیت است. ما از قرآن کریم ثابت کردیم که نه تنها منظور از ائمه، منظور از صادقین در قرآن کریم ائمه اهل بیت نیست، بلکه هیچ ربطی به اونا نداره. و با این وجود ما به این عقیده هستیم که ائمه اهل بیت علیهم السلام غیر از امام دوازدهم از جمله صادقین هستند. یعنی این دلیل یک دلیل لایتچسبک است. اگر لطف بکنید در مورد این دلیل صحبت کنید. بله همین عرض میکنم که از صادقین میفرمایید هستن نیستن، از زمره صادقین، از کاذبین که نیستن. که حالا شما میخواید بفرمایید که از ائمه شیعه نیستن، از صادقین، یعنی منظورتون چیه؟ یعنی منظور صحابه هم هستن از جمله صادقین، منظور ابوبکر و عمر و عثمان هم هستن از جمله صادقین، عایشه و حفصه و طلحه و زبیر اینا از جمله صادقین هستن، همسران پیامبر، دختران پیامبر، فاطمه زهرا، یعنی اینا، رقیه و زینب و ام کلثوم و همه از جمله صادقین هستن. اما اینجا وقتی که اینا میگه که کونو مع الصادقین، یعنی شما باشید با ائمه اهل بیت فقط، چون اینها صادقین هستند. آنچه که در این حدیث اومده این مغایر با قرآن کریم است. بفرمایید. عرض میکنم، میگم که اونم که صادقین باشند منافات با این نداره که حالا در بین صادقین خدای متعال انتخاب کرده باشد. در کجا انتخاب کرده؟ برای صادقین. در کجای قرآن گفته که در کجای قرآن گفته که صادقین فقط 12 امام شیعه اثنی عشری هستند؟ من الان هم چه ادعایی نکردم. من میگم اگر خود رسول خدا حبیب الله رو خدا بخواد بگید راستگوست، در قرآن چطور معرفیش میکند؟ با چه عنوانی؟ همون عنوانی که حبیبش رو فرموده است بقیه صحابه رو، بقیه راستگوها رو هم با همون عنوان دیگه، واجه دیگه ما نداریم. پس تشکر میکنم آقای رضایی از شما. شما به این عقیده هستید که صادقین، صحابه هم صادقین هستن، اهل بیت هم صادقین هستن و هیچ تعارضی وجود نداره. تشکر از شما. زنده باشید. ادامه ندم استاد. تشکر. نوبت بیننده بعدی است. الله مطالب ستون کنه. اگر مطلب خیلی مهمی هست میتونید در 10 ثانیه بگید. عرض میکنم همین در بین صادقین خدا انتخاب کرده. درست. تشکر از شما. تشکر میکنم از جناب آقای رضایی. ما هیچ آیه‌ای در قرآن کریم نداریم که الله سبحانه و تعالی از بین صادقین که در قرآن کریم بارها ذکر شده، از بین صادقین کسانی رو انتخاب کرده باشه و به اونها امامت و ولایت داده باشه. جناب استاد اگر تعلیقی دارید روی این هست. واقعا حرف ما همین هست. حرف ما دقیقا همین حرفی است که آقای رضایی گفته، که این استدلالی که آقای کلینی آمده بابی رو انتخاب کرده و اسمش رو گذاشته که کونو مع الصادقین من الکون مع الائمه، یعنی همراه با ائمه باشید، این حرفشون حرف بی جایی هست. هیچ گونه ارتباطی با ائمه در واقع نداره. صادقین یعنی اصحاب رسول الله، اون گونه که در قرآن اومده، مهاجرینی که از شهر و دیارشون در واقع خارج شدن، اون مؤمنانی که به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن، تمام اونها جز صادقین هستند. و این حرفی که آقای کلینی گفته یعنی مع الائمه، این یک افترایی هست و انحصار و در واقع تحریف معنوی آیه شمرده میشه. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شبکه وصال، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ شهسوار. بفرمایید.
این شیعه بحث میکنم ما الان پشت شیعه نماز تو نماز ما نیستم. باشه در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از تماس شما. بله سلام علیکم. بیننده گرامی سلام علیکم بفرمایید. سلام خسته نباشید. سلامت باشید خواهر گرامی. ببخشید میخواستم ببینم یه سوال داشتم مربوط به برنامه تو نیست ولی میخواستم ببینم جوابم. خواستم ببین خواهش میکنم میخواستم ببینم مثلا زنی که طلاق میگیره سه ماه بعد مثلا عده حتما باید نگه داره، یک کمی که مثلا زن 35 ساله که بخواد ازدواج کنه آیا حتما رضایت پدر مادر متعلقه؟ البته خواستم ببینم رضایت پدر مادر واجبه یعنی حتما باید باشه یا نه. باشه چشم در این مورد صحبت میکنم. ممنون خدا خدا نگهدار. من خواهش میکنم از بینندگان عزیز گرامی سوالات شرعیشون رو در روزهای دوشنبه در برنامه پرسش و پاسخ مطرح بکنن، چون برنامه حجت در مورد کتاب کافی و دروغهایی که محمد ابن یعقوب کلینی به ائمه اهل بیت نسبت داده شده بحث میکنه. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید بیننده عزیز. من خواهش میکنم از عزیزانی که تماس میگیرن لطف کنن صدای تلویزیونشون رو کاملا ببندن و با گوشی تلفن صحبت بکنن تا بتونیم صداشون رو داشته باشیم. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. استاد علی سلام بر شما و شیخ بزرگوار. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید از کجا زنگ میزنید؟ ما احمدی از بندر خمیر. احمدی از بندر خمیر. بفرمایید برادر عزیز. بله سلام. ما در رمضان نماز تراویح امام حافظ قرآن مثلا معموم که پشت سرش تقریبا 5-6 نفر همه از قرآن دستشونه. آیا این جایز نیست یا خیر؟ باشه در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما. خدا نگهدار. بله سلام علیکم بفرمایید. جناب استاد ما بارها تاکید کردیم که در این برنامه ما دوست داریم که مراجع شیعه، علمای شیعه، کسانی که سالها فریب دادید شیعه رو با ملت بیچاره ایران رو با این دروغاتون که آهای امامت است، آهای خوردند و آهای غصب کردند و آهای دریدند و پاره کردند و سوزاندند و شکستند، بیایید مرد مردانه دفاع بکنید از کتاب کلینیتون. این که صحیح‌ترین کتابتونه بعد از قرآن کریم. چرا پنهان شدید در حجرهای حوزه علمیه قم؟ بیایید زنگ بزنید دفاع بکنید. یک حدیثی رو که صحیح خوانده آقای مجلسی شما در مرآت العقول، بقیه که همه درب و داغونه. این حدیث صحیح شما در تعارض با قرآن کریم است. بله سلام علیکم بفرمایید. علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید با استاد تهران می‌خواستم صحبت. بفرمایید ایشون دارن صدای شما رو میشنون. خودتون رو معرفی کنید از کجا زنگ میزنید؟ مسائل شرعی داشتید. آقای سوالات شرعی رو من بعد از برنامه در خدمت شما. بعد از برنامه میتونید زنگ بزنید سوالات شرعیتون رو مطرح کنید برادر عزیز. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید از کجا زنگ میزنید؟ من داوود هستم از کرج زنگ میزنم. آقا داوود از کرج بفرمایید. بله میخواستم با آقای انصاری با آقای دهقان الان صداتون در استودیو داره پخش میشه. آقا داوود بزرگوار در رابطه با موضوع برنامه مطلبی دارید میشنویم. آقای انصاری شما خودتون هستی صحبت میکنید؟ بله جان بفرمایید. آقای انصاری اولا من واقعا خیلی خوشحالم بعد از اینکه من 20 سال دبیر آموزش پرورش بودم، رشته الهیات در دینی قرآن درس میدادم، الان 5-6 ساله که از آموزش پرورش اخراج شدم و افتخارم میکنم الان نزدیک به 2 سال که به دین توحیدی اسلام واقعی پیوستم. الله اکبر. ولی متاسفانه خب از این طرف تمام خانواده و پدر و مادر و درست خیلی ها از دست دادم، ولی چیزی که پیدا کردم و اینقدر هم بر این عقیدم استوارم اگه تمام دنیا هم بر علیه من باشن، تمام خانواده ترکم کنن، بازم حاضر نیستم. یعنی حتی در من بالای دار بره ولی از عقیده درستم که واقعیت رو پیدا کردم هیچ موقع دست بر نمی‌دارم. الله اکبر. از شما هم تشکر میکنم از این برنامه‌تون، از همه چیز.
واقعا این چیزایی که میگین ببین حالا که شاید کسی از اینو شنیده باشه، ولی من به یقین رسیدم که اینهایی که این چیزایی که درست کردم واقعا یه چیزی که برای مردم رو و متأسفانه یقین بدونین که مردم یه روز بیدار میشن. ان شاء الله دروغ های اینها چقدر میتونه دووم پیدا کنه، چقدر میتونن با امام زمان خیالی مردم رو گول بزنن. درست. و واقعا آقای انصاری واقعا تشکر میکنم از شما، از آقای دهقان، از شبکه توحیدیتون و واقعا بزرگترین خوشحالی بشینی که بعد از چند ماه تونستم با شما تماس بگیرم. سلامت باشید. بارم از دعاتون ما بستنم. آقا داود بزرگوار همه این سختی هایی که شما جانم. کشیدید، اینکه خانواده و نزدیکان شما رو ترک کردن، همین سختی ها رو رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت و صحابه 3 سال در شیب ابی طالب کشیدن. نه با اونا تجارت میکردن، نه با اونها ازدواج میکردن، نه رفت آمد میکردن. این بشارتی است برای شما، چون شما در راه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گام برداشتید. الله سبحانه و تعالی همراهی با رسول الله و اهل بیت و صحابه رو در بهشت بر این نصیبتون کنه. سلامت باشید. واقعا استاد، واقعا ما را هم دعا کنید. مطمئن باشید ما هم هر جا که بشینم تبلیغ دیبه من حد میگم، از هیچ کسیم اباحه ندارم، ولی با سیاست و با درستی و مطمئن باشید تمام این کسان که هیچ کدوم دلیل منطقی ندارن. آقای انصاری از شما تشکر میکنم، واقعا که افتخار دادیم، واقعا خوشحال شدم. از آقای دهقانم واقعا تشکر میکنم. انشالله که فقط اجرتون رو خدا بده، هیچ کس نمیتونه. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. خدا نگهدارت. تشکر میکنیم از این برادر بزرگوار. جناب استاد با همین آخرین تماس شروع بکنیم. آقا داود از کرج و قضیه این که بعد از اینکه هدایت شدن و پی به دروغگویی آخوندها بردن، دوستان و بعضی خانواده، همون که سنت انبیا و اولیای الهی بوده. بله. حرفیشون منو بیاد جریانی انداخت که در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. ابو سفیان قبل از این که مسلمان بشه و در زمانی که در زمان معاهده بودن، صلح کرده بودن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، به روم رفتند و هرقل یک سوالی از ایشون کرد. گفتند که ببینید در میان عربهایی که از مکه اومدن یک کسی رو بیارید که من میخوام در مورد کسی که ادعای پیامبری کرده اطلاعاتی رو کسب بکنم. پادشاه روم برم. پادشاه روم یکی از سوالهاش این بود آیا از میان کسانی که تا حالا به دین او گرویدند کسانی هستند که دوباره برگشته باشند یا خیر؟ ایشون گفت من به هیچ عنوان حاضر نیستم دوباره برگردم. این حقیقت رو در واقع من یافتم. ابو سفیان در اونجا گفت که نه، تا حالا چنین موردی رو نداشتیم، کسی مسلمان شده باشه، پیرو محمد صلی الله علیه و سلم شده باشه و دوباره برگرده. پادشاه روم گفت که ایمان واقعی زمانی که به قلب رسد این گونه هست. الله اکبر. واقعا کسی که بعد از یک عمر به یک حقیقتی رسیده باشد و حلاوتش رو هم در واقع چشیده باشد، کسانی که واقعا یعنی الان هدایت میشوند، اون ظلمتی رو که قبلا اونو تجربه کردند با این نور و روشنایی، با این آرامشی رو، با این راحتی رو که الان دارن تجربه میکنند، اینها رو کنار هم دیگر میگذارند و به هیچ عنوان حاضر نیستند که به اون ظلمت در واقع بر بگردند. و این نشانه ایمان هست. نشانه ایمان یک از نشانه های این ایمانی است که انسان بازگشتن به کفر را، بازگشتن به شرک را به اندازه‌ای برایش مکروه باشه، ناگوار باشه که گویا در آتش خودش رو در واقع بیاندازد. حاضر هست که در آتش انداخته بشود اما حاضر نیست که دوباره به اون کفر و شرک در واقع بر بگردد. و نقطه جالبی که در مورد تمام این برادرمون داوود که از کرج بودن و تمام کسانی که هدایت شدن و خانواده هایشون رو در واقع از دست دادن، خیلی ها این مطلب رو صراحتا بیان کردن در برنامه شما و در جاهای دیگر. یک انسانی که قبلا لاابالی بوده، نه شیعه بوده نه سنی بوده، نه نماز میخونده نه روزه میگرفته، کارهای خلاف میکرده، ربا میخورده و هزار کار خلاف دیگر رو انجام میداده، اما خانواده هیچ گونه مشکلی رو باش نداشتن چون که شیعه بوده و اونو قبول داشتن. به محض این که این فرد مسلمان می شود یا به تعبیری به دایره اهل سنت و الجماعت برمیگردد، از این به بعد پایبند نمازش هست، اهل روزه هست و زکاتش و بقیه اعمال عبادی رو انجام میده، از این مهمتر عقیده هست، درست هست و دچار شرک نمیشه و در واقع فحش نمیده و ناسزا نمیگه، لعن نمی کند، انسان نرمال و انسان در واقع سالمی هست. الان می بینیم که تازه دشمنی ها شروع می شود.
زمانی که این فرد انسان ناسالمی بوده هیچ گونه دشمنی و مخالفتی باش نداشتن، اما به محض اینکه موحد می شود و پیرو خدا و رسول می شود، اخلاقش درست می شود، می بینیم که خانواده در واقع ترکش می کنند و این یک نوع بشارتی هست. شما رو اگر خانواده به خاطر این که دنبال کارهای خلاف می رفتید اگر ترک می کردن جای تأسف بود، اما الان که خانواده شما را صرفا به خاطر اینکه موحد شدی، صرفا به خاطر اینکه نماز می خونی، صرفا به خاطر اینکه پیرو علی رضی الله تعالی عنه پیره واقعی اهل بیت رسول الله شدید، از فحش و دشنام دادن و ناسزا گفتن در واقع دوری میکنید، اگر به این خاطر خانواده شما را ترک بکنند، همون گونه که شما فرمودین، شما جزء کسانی هستید که در زمره مهاجرین بودند، انصار بودند، رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابه و اهل بیت ایشون فقط صرفا به خاطر این که توحید الله متعال را در واقع قبول کردند، تمام سختی ها را در واقع به جان خریدند و در این راستا تا آخرش هم در واقع ایستادند. یک نکته جالبی حضرت استاد، یعنی بارها شده من با بعضی از دوستانی که تماس داشتم از موحدین یک نوع شکایت می کردن از وضعیتی که درش هستن. ما می بینیم که بهترین عالم، سید و سردار اولاد آدم، محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، موقعی که یعنی به پیامبری مبعوث نشده بودن، در مکه همه به دید احترام بهشون نگاه می کردن، محمد امین می گفتن. به مجرد اینکه دعوت توحید و یکتاپرستی رو آغاز کردن و به پیامبری مبعوث شدن، همون محمد امین تبدیل شد به چی؟ به توهین‌ها و اهانت‌ها و دروغگو است و جادوگر است و فلان. حتی در وقت نماز خواندن می‌بینیم که میارن اون کثافت‌های شطور رو بر پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار میدن که حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها میاد اونها رو دور می‌کنه و به سختی. قضیه طائف که خون از بدن پیامبر صلی الله علیه و سلم جاری شد و سفر هجرت و احد و همه این مشکلات که در طول زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم شاهدش بودن، این یک سنتی است که دیگه ما چی دیدیم در راه دعوت و در راه اسلام؟ قطعاً این گونه هست و ما نباید این انتظار رو داشته باشیم که ما مسلمان واقعی باشیم و دنیا 100% مخالفین به کام ما باشند و هیچ گونه گزندی به ما نرسد. از بزرگترین انسان‌های روی زمین رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته و بعد از ایشون صحابه‌شون، هر کسی که به اندازه‌ای که ایمان داشتن به همون اندازه مورد اذیت و آزار و امتحان قرار گرفتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل، بیشترین کسانی که در راه الله متعال دچار امتحان و آزمایش و بلا می‌شوند ابتدا پیامبران هستند و بعد از آن هر کسی که به پیامبران نزدیکتر باشد، هر کسی که ایمان قویتری داشته باشد، درجه و جایگاهش به انبیا نزدیکتر باشد. سختی هایی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم تحمل کردند، بعد از ایشون بزرگان صحابه و اهل بیت تحمل کردند. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنهم سالیان درازی رو در واقع در هجرت در حبشه و دور از خانواده در واقع گذراندند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت ابوبکر، عمر و تمام بزرگانی که ما داشتیم. و جالب این است که حتی کسانی که جایگاهی رو در مدینه و در مکه نداشتن، مانند بلال رضی الله تعالی عنه، با اینکه مشرکان قریش ایشونو خیلی اذیت می‌کردند و خیلی ایشونو اذیت و آزار می‌کردند، می‌زدند، اما باز هم ایشون اون ندای احد احد رو از زبانش در واقع نمی‌افتاد. هر چی بیشتر اذیت می‌کردند، بر روی سنگ‌ها رو بر سینه‌اش می‌گذاشتند، برخی از اصحاب رو در آتش می‌انداختند، بر روی اخگر می‌گذاشتند، اما باز هم اونها در واقع گویا که یک حلاوتی رو احساس می‌کردند. و این یک حقیقت و واقعیت است. تمام کسانی که دچار مشکل شدند به خاطر دینشون، به خاطر عقیده‌شون مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، گرچه این شلاق زدن‌ها، گرچه این توهین‌ها، اهانت‌ها، اذیت و آزار جسمی، جانی و روحی اینها برای انسان سخت است، اما اون انسانی که بر اساس ایمان خودش و بر اساس اعتقاد خودش به خاطر حقیقتی که به آن رسیده وقتی که اینها را تحمل می‌کند، همین‌ها هم برایش مایه در واقع یک نوع لذت و یک نوع روحانیت و معنویتی هستند که باعث شرح صدرش خواهد شد. جزاکم الله خیر. الله سبحانه و تعالی در آیه 142 سوره آل عمران می‌فرماید که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، آیا پنداشتید که همینطور به راحتی وارد جنت میشین در حالی که الله سبحانه و تعالی هنوز کسانی که در راه دین جهاد میکنن از شما را معلوم نکرده و صابران را مشخص نساخته است؟ پس در راه وارد شدن به جنت سعی و تلاش و جهاد و صبر نیاز است. بله، سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم آقای انصاری. علیکم السلام، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ می‌زنید؟
جلیل هستم از ایران. آقا جلیل بزرگوار، در مورد موضوع برنامه اگر مطلبی دارید بفرمایید. بله بله، سوالی داشتم از استاد، میخواستم بپرسم ببینم که آیا صحبت کردن با فرد دروغگو جایزه و باعث مفسده نمیشه؟ آقای محترم اگر شما جانم. اگر شما کمی شهامت دارید، غیرت دارید، در مورد دروغگوی بزرگتون آقای کلینی سر صدا نکن، مثل بچه آدم صحبت بکن، سر صدا نکن. دروغگوی بزرگ شما آقای کلینی ادعا کرده در حدیث دوم در باب 77 که الصادقین ائمه اهل بیت هستند، و ما ثابت کردیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در ده ها آیه میگه که آقای محمد ابن یعقوب کلینی و مجلسی دروغگو هستند و اینو به دروغ نسبت دادن به اهل بیت رسول الله. اگر در این مورد مطلبی دارید لطف کنید بفرمایید. آقای محترم اگر در این مورد مطلبی دارید بفرمایید. خب شما اجازه بدید بفرمایید. میگن از قدیم وقتی که چوبو برم... از قدیم بذار از جدید بگو. من دوباره میارم رو خط. شما کیک و ساندیس خورای ولایت فقیه درو... چرا آدم نمیشید شما آقای محترم؟ خیلی متاسفم برای شما آخونده. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بله. میاشه تماسیشون قطع شد. واقعا جای تأسف است که مراجع شیعه حجج اسلام آیات اعظام چون نمیتونن با عقل و منطق و با بحث علمی صحبت بکنن دیگه میرن پیروی میکنن از آقای کلینی و مجلسی. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. تماس بیننده عزیزمون مشکل داره. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. خواستم ببینم این پاپ‌آپ تو. بله سلام علیکم بفرمایید. شرمنده آقای انصاری، تازه تماس گرفتم. من چون تلویزیون ندارم روستام، پای تلویزیون نشستم منتظر شما هستم. چشم سوال شما انشالله پاسخ داده خواهد شد. خیر گرامی. ممنون، زنده باشید. خدا نگهدار. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما آقای انصاری، خدمت آقای دیقان، با سلام دوباره دارم. تشکر میکنم از برنامه خوبتان. سلامت باشید خارجم. خداوند شما و همکارانتان موفق و سربلند داشته باشه. سلامت باشید. میتونم برادر بعد از برنامه شما تماس بگیرم به شماره؟ بله بعد از برنامه جناب مولانا انشالله برای دقایقی در استودیو خواهند بود. اگر که تماس بگیرید میتونید با ایشون صحبت کنید. بله بخاطر که خصوصی نخواستم صحبت کنم. بسیار خوب، تشکر از شما. خیلی ممنون. خدا نگهدار. بله سلام علیکم بیننده بعدی. سلام آقای انصاری، خوبی؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من کمال هستم، از ایران زنگ میزنم. آقا کمال، در مورد موضوع برنامه اگر مطلبی دارید بفرمایید. نه من موضوع خصوصی ندارم، فقط میخواستم بگم آقا... کمال هستم، از کامیران لنگیزم. آقا کمال لطفا ببندید صدای تلویزیون رو، با گوشی تلفن صحبت کنید. آقا فقط میخواستم بگم که موقعی که جواب سلام میدید. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. بله بفرمایید. سلام علیکم. علیکم رساله ها، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از تهران. آقای اسماعیلی هستم، محسن. آقای اسماعیلی، در رابطه با موضوع برنامه اگر مطلبی دارید آقای اسماعیلی بفرمایید. والا حقیقتش حساب بخواید بکنید، خب اینا یه سرتفتایی که گفتن اگر حرف بیشتری که حکومت کردن روی سرتفتی بهتر میشد، مردم بهتر میشدن، جامعه بهتر میشد. درست. یه جامعه که به این کلاسیکی بسده فساد و آمار طلاق و اینا، خب نشون میده که این ذات
دینش غلطه دیگه. درست. تشکر از شما آقای اسماعیلی. تشکر برادر عزیز. خدا نگهدارت. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. آقا کمال تماس شما قطع شد، دوباره رو خط هستید بفرمایید. آقای کمال. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سوالی داشتم استاد. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بله احمد هستم، از تهران زنگ میزنم. آقا احمد از تهران، سوال شرعی؟ بله. سوال شرعی در بر روزهای دوشنبه مطرح میشه در برنامه زنده؟ نه سوال شرعی نیست، سوال شرعی نیست. در این برنامه شما فقط در مورد موضع برنامه میتونید صحبت بکنید، در ادعایی که آقای کلینی کرده که صادقین در قرآن کریم یعنی ائمه اهل بیت. بله میخواستم اینم که عربستان هم این واقعا متاسفم برای شما آخونده، فکر نمی کردم اینقدر جاهل باشید تو این حوزه علمیه. خب نمیدونم به شما چی میدن در اونجا. خب بیاید مثل انسان صحبت بکنید. در مورد حدیث کتابتون داریم صحبت میکنیم در اینجا. یک مرد در بین این همه آخونده بشکهی مفتخور پیدا نمیشه در حوزه علمیه قم زنگ بزنه؟ بله سلام علیکم بفرمایید. الو بفرمایید بیننده گرامی. سلام خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ زاهدان زنگ میزنم. از زاهدان بفرمایید. سلام خسته نباشید. سلامت باشید. صدای تلویزیون رو ببندید بیننده گرامی، با گوشی تلفن صحبت کنید. بفرمایید. خب من عذر میخوام از بیننده عزیز جان وسط، متاسفانه یا خوشبختانه بگیم ما که یک آخوند مرد پیدا نکردیم در این برنامه حجت بی حجت زنگ بزنه از دروغایی که کلینی گفته دفاع بکنه. به هر صورت نماز پشت شیعه خوندن درسته یا نه؟ بیش عنوان، نه از نظر اعتقادی و نه از نظر فقهی. شیعه با اهل سنت و جماعت تفاوت بسیار زیادی رو دارند. از نظر اعتقادی مواردی رو دارند که از دیدگاه اهل سنت و جماعت در واقع اگر دیده و دانسته کسی معتقد به این موارد باشه شرک هست و انسان مشرک شمرده می شود. و همچنین از نظر عملی و فقهی وضوع شیعه و همچنین نواقض در واقع وضوع از دیدگاه اهل سنت و جماعت از و دیدگاه شیعه با هم دیگر متفاوت است و به هیچ عنوان یک فرد سنی نمیتواند که پشت سر امام شیعه نماز بخواند. بله. آقای احمدی خواهرمون پرسیده بودن که حتما زنی که طلاق داده میشه باید عده بگذرانه؟ بله قطعا هر کسی که زنی که طلاق داده میشود باید عدت رو بگذراند و عدتش 3 ماه هست یا 3 عادت ماهیانه. بله. یا 3 ماه در مرحله اول 3 عادت ماهیانه هست و اگر زنی هست که عادت ماهیانش منظم نیست 3 ماه باید عده بگذراند برای هر طلاق. بله. آیا کسی که مطلقه است رضایت پدر و مادر در نکاح شرط است؟ به صورت کلی رضایت پدر و مادر بله شرط هست در تمام ازدواج ها، چه مطلقه باشد یا غیر مطلقه باشد. و در صورتی که پدر و مادر رضایت ندهند، به فرض یعنی مواردی باشه که لجاجت بکنند و مصلحت دخترشون رو مد نظر نداشته باشند، این دختر میتونه که یک نفر دوم رو در واقع وکیل خودش بکنه، یعنی این ولایت منتقل میشه به برادرهایش. یعنی اگر برادر داره برادرانش میتونن که در این زمینه تصمیم بگیرن. و بالفرض اگر کسی هم موردی رو نداره و پدر و مادرش به هیچ اونا راضی نیستند که با یک فرد مؤمن و متعهدی که هیچ گونه اشکالی نداره و هیچ بهانه‌ای هم در واقع ندارد، فقط نمیخواد که این ازدواج بکنه و جلو مانع جلو و جلوگیر این ازدواج هستن، میتواند که با توجه به مراجعه به دادگاه یک ولی رو دادگاه براش تعیین میکند و با رضایتون میتواند که ازدواج بکنه. جزاکم الله خیر. آقای احمدی سوالش اینه که نماز تراویح رو امامی که حافظ است میده، مونتا کسایی که مقتدی هستن قرآن دستشون میگیرن؟ هیچ اشکالی نداره در نمازهای نفل، حتی در نمازهای فرض هم اگر کسی پشت سر امام قرآن رو نگه داره و همزمان با تلاوت امام اگر بخواد که خودش خط ببره از روی قرآن، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. در این زمینه روایاتی ثابت هست من جمله از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که امامشون که بردشون امامت میکردند قرآن رو میگرفتند و از روی قرآن تلاوت میکردند، هیچ گونه اشکالی رو نداره. جزاکم الله خیر. سوال آخر، صحبت پایانی شما.
صحبت پایین بنده این است که من قبلا عرض کردم که ما هیچ گونه دشمنی با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نداریم، بلکه محبت با اهل بیت جزء ایمان ما هست. پیامبر ما به ما دستور داده و یکی از حقوق اهل بیت است که ما باید اهل بیت را دوست داشته باشیم و ما تمام اهل بیت را، ائمه شیعه را که در واقع خودشون را به نسبت میدن به این ائمه، ائمه 11 گانهشون را ما قبول داریم، انسان‌های صادق اونها را میدونیم. اما مصداق کونو مع الصادقین ائمه شیعه در واقع نیستند. الله تعالی در سوره حجرات و در سوره حشر اولئک هم الصادقون رو کاملا مشخص کرده، یعنی مهاجرین و انصار، کسانی که به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داشتند و در راه الله تعالی با مال و جان خودشون جهاد کردند، صادقین هستند. و من جمله صادقین ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم هستند. جزاكم الله خیر. الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیه 119 در اینجا احمد جان اگر که بتونین نشون بدیم، میفرماید که قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، این روز روزی است که راستگویی صادقین به نفع اونهاست، به اونها نفع میرسانه. لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عن ذلك الفوز العظیم. این صادقین است که الله سبحانه و تعالی در اینجا این گونه اینها رو وصف کرده، در روز قیامت وارد جنت میشن. در سوره توبه میفرماید که والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار، والذین تبعهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عن، کسانی که از اونها متابعت کردن از مهاجرین انصار، از ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و علی و عایشه و فاطمه و اونها، الله از اونها راضی است و اونها از الله راضی اند. و عد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم، و برای اونها بهشتی که از فرودست آنها نهرها جاری ساماده کرده است و این است پیروزی بزرگ. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی من، جناب مولانا، همکاران عزیزمون در وصال حق و شما بیننده عزیز حق جو رو از جمله کسانی بگردانه که در روز قیامت در زمره السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار باشیم و اون بهشتی رو که الله سبحانه و تعالی به اونها وعده کرده نصیب ما هم بکنه. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.